درود بر شما. 25 آذر ماه 1401 خورشیدی و 16 دسامبر 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر به دو موضوع می‌پردازیم: به اعدام‌ها و زندانی کردن بازداشت شده‌های جنبش انقلابی مهسا و مشخصات چند تا از قاتلان حکومتی اگه برسیم، و می‌پردازیم به بیانیه‌های چین، یکی از قدرتمندترین متحد جمهوری اسلامی، علیه جمهوری اسلامی. پرده آخرم آخر برنامه. دومین جوان بازداشت شده در اعتراضات خیابانی سه ماه گذشته 21 آذر اعدام شد. ده‌ها بازداشت شده دیگه در خطر اعدام شدنن. جوانای بیکار تو این بازداشت شده ها هست، جوانای کارگر هست، هنرمندا هستن، ورزشکارا هستن. از ورزشکارا یه عده رو تو شیراز بازداشت کردن که با یاسوج بعد آوردن شیراز، که تقریبا همشون عضو تیم دوچرخه سواری استان فارسن. بهشون اتهام محاربه و نمیدونم این چیزایی که به هر حال تو اسلامشون حکم اعدام داره زدن. عده ای از مربیان و ملی پوشان دوچرخه سواری و صخره نوردی و سنگ نوردی ایران، اتهام هایی که بهشون زدن و از بعضی هاشون هم اعتراف اجباری گرفتن اینه که اینا متخصص بمب‌سازی و عملیات انفجاری از راه دور و استفاده از انواع سلاح‌های جنگی و غیره و غیره بودن. وکیل که ندارن که آدم از او مشخصا بپرسه. دوستان و کسانی که زیر دست اینا شدن، ورزشکار حرفه‌ای واقعا در همین دوچرخه سواری و سنگ نوردی و صخره نوردی، اینا میگن که این افراد از با اخلاق ترین ورزشکاران رشته دوچرخه سواری و سنگ نوردی و صخره نوردی استان فارسن. به صفحه اینستاگرام این ورزشکارا که آدم نگاه میکنه میبینه افسون بر پست‌های ورزشی حمایت از اعتراضات سراسری مردمه. دنا شیبانی مربی اسنوبورد، حسام موسوی مربی سنگ نوردی، امیر ارسلان مهدوی مربی اسنوبورد، اشراق نجف آبادی مربی دوچرخه سواری و محمد خیبه مربی کوه نوردی. افسون بر این ورزشکاران، کوروش دوست یکی از مربیان برجسته دوچرخه سواری کوهستان و اسنوبورد در استان فارس و رئیس کمیته کوهستان فدراسیون دوچرخه سواری این استان، عیسی انوری مربی کوه نوردی و سیامک سیمکانپور مربی اسنوبورد و کوهنورد. ببینید شباهت زیادی داره بازداشت جمعی این ورزشکارا با بازداشت جمعی فعالان محیط زیست در بهمن و اسفند 96 به اتهام‌های سیاسی به قول خودشون امنیتی. فعالانی که در نهادهای غیر دولتی مثل حیات وحش پارسیان از سیاست‌های حکومت در زمینه محیط زیست فعالانه انتقاد می‌کردند، کار می‌کردند، یا در اعتراضات مدنی علیه خشک کردن دریاچه ارومیه مثلا فعال بودند، اما بعد به هر حال معلوم شد که اینا رو که گرفتن، بعداً معلوم شد که بعضی از این فعالان در حین کارشون در مناطقی از ایران به تصادف برخوردن به رد فعالیت‌های پنهان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. حکومت فهمید می‌خواست به هر وسیله از لو رفتن این فعالیت‌ها جلوگیری کنه. دلیل واقعی بازداشت این ورزشکارا و این اعضای تیم کوهنوردی، سنگ نوردی و اسنوبورد و استان فارس هم بی تردید روشن خواهد شد، حالا هر چقدر که این حکومت غیر شفاف باشه و از طریق وحشت و ترور در واقع بخواد پیش بره. درباره چند تا ورزشکار خدمتتون عرض بکنم از همینا که بازداشت شدن: حسام موسوی صخره نورد پیشین تیم ملی، مربی سنگ نوردی اهل شیراز. او در کنار فعالیت‌های ورزشی اقدام به حضور در کمپین‌های اجتماعی مانند کمک به کودکان کار یا همیاری با مهاجرین افغان کرده است. یک منبع آگاه در مورد حسام موسوی به ایران وایر گفت از روزهای نخست که حسام را بازداشت کرد خانواده‌اش تحت فشار نیروهای امنیتی بودند. اول گفتن اتفاق خاصی نمی‌افتد و یک سوال جواب ساده است: ساکت باشید تا آزاد شود. مثل همه گفته بودن اگر رسانه‌ای کنید برای او دردسر خواهد شد. بعد از گذشت حدود دو هفته به خانواده حسام موسوی گفتن که به حسام سه اتهام وارد است: محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و اقدام تروریستی. این فرد میگوید باور این که روزی حسام موسوی بتواند حتی یک اسلحه شکاری در دست بگیرد هم برای خانواده و اطرافیانش غیر ممکن است. خانواده حسام در این مدت اجازه صحبت یا دیدار با او را نداشتند، به همین دلیل حتی نمیدانند در این مدت چه اتفاقی برای او افتاده که حاضر به اعتراف اجباری شده است. حسام موسوی در یک دهه اخیر بارها
مقام کشوری در صخره نوردی، صعودهای کوهستان و سنگ نوردی و استانی و کشوری داشته است. و درباره اشراق نجف آبادی عرض کنم، کوهنورد، سنگ نورد و عضو تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان ایران، روز 18 آبان با وقت قبلی به کلینیک دندانپزشکی در شیراز مراجعه کرده که مدت زمان کمی بعد از مراجعهش به محل کلینیک، دو ماشین متعلق به نیروی انتظامی و یک ماشین از ماموران لباس شخصی او را در حالی که منتظر نوبت نشسته بود بازداشت کردند. بعد از اینکه بازداشت شد در خانه‌اش چیزی پیدا نکردند. تا جایی که ما می‌دانیم، همون دوستانش میگن، اشراق برای تأمین برخی از ابزارهای ورزش حرفه‌ایش مانند دوچرخه‌هایش هم گاهی مشکل داشته. پول نداشته. اگرچه سالهاست که در رشته‌های کوهنوردی، دوچرخه سواری و سنگ نوردی مربیگری میکند. دنا شیبانی گرافیست و مربی اسنوبورد. امیر ارسلان مهدوی مربی اسنوبورد و سنگ نورد، اهل شیراز. محمد خیبه کوهنورد طبیعتگرد و مربی کوهنوردی که در شهر یاسوج به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات شیراز منتقل شد. این ورزشکاران و مربیان ورزشی در بازداشتگاه صد سپاه شیرازن. تا اونجایی که بنده میدونم تنها کوروش دوست رو منتقل کردن زندان عادل‌آباد شیراز. یکی از شاگرداش برام نوشته اینا آدمایی هستند به ویژه کوروش دوست و اشراق نجف آبادی که سالهاست اگه اتفاقی در کوهستان بیفته، کسی گم بشه یا کمک به امداد و نجات بخوان، همین با تجربه ها بودند که وارد عمل شدن و این زیاد اتفاق افتاده. کی حکم این زندانیا رو میده؟ و اصلا کیه که به دستور اطلاعات سپاه این شوهای تلویزیون محاکمه ها رو در این استان کارگردانی اجرا میکنه؟ حاصل پیگیری ها ما رو رسون به اسم ادهی که سه نفرشون رو خدمتون عرض میکنم در دستگاه قضایی استان فارس. یکیشون سید کاظم موسوی رئیس دادگستری استان فارس، یکی دیگرشون سید محمد خسروانی است، قاتل نوید افکاری، امین برزگر و چند جوان زحمتکش دیگه. بله، ایشون بعد از بازداشت ها مرحله اول پرونده سازی است که اسمش رو گذاشتن تشکیل پرونده. این به عهده همین سید محمد خسروانی است. آدرس رو خدمتتون عرض کنم، شیراز، محله مالی آباد، خیابان خلبانان، کوچه 7-4 خلبانان، پلاک 212، طبقه همکف، واحد 1. دیگه این برنامه ضبط میشه هر که بخواد آدرس رو داره دیگه. مرحله بعد پرونده میره دست سید محمود ساداتی. آدرسش هست شیراز، محله نارون، کوچه 6 یزدان مهر، کوچه 6-2 یزدان مهر، پلاک 176، طبقه همکف. واقعا من نمیدونم باید چقدر مستند روشن باشه تا اندک کسان اندک دلسوزی که در اندرونی نظام هستن صداشون بلند شه که این احکام زندان و اعدام و این بالای دار بردن ها ربطی به متهمان نداره و صرفا برای ایجاد ترور و وحشت در جامعه است و دلایل خاصی که حکومت دنبال میکنه که بعدها عرض کردم نمونه ورزشکار و فعالان محیط زیست رو که گفتم بعدها خب روشن میشه. هیچ کدوم از محاکمه ها علنی نیست، هیچ کدوم از متهمان وکیل مستقل ندارن، وکیل اختیاری ندارن. آقای محمد اسماعیل بیگی که رسما وکالت سامان سیدی، هنرمند رپر کرمانشاهی رو که به اعدام محکوم شده از طریق خانواده‌اش پذیرفته، میگه قوه قضاییه وکالتنامه رو تاکنون نپذیرفته. او با صراحت میگوید سامان حتی یک خراش به یک انسان نینداخته، نه در فیلم دوربین‌های مدار بسته، نه در پرونده و نه در حکمش هیچ اقدامی علیه جان مردم و ماموران انجام نداده است. اشاره کردم اول برنامه که در فاصله این برنامه و برنامه هفته پیش یکی دیگه از جوانایی که در اعتراضات خیابانی بازداشت شده بود اعدام شد، مجید رضا رهنورد، ورزشکار مشهدی که از طریق شاگردی مغازه میوه فروشی زندگی خودش و مادر و خواهرش رو میچرخوند. اتهام چاقو زدن به بسیجی‌ها و کشتن اونا در درگیری خیابونی. حالا اینکه آیا این اتهام ساختگی یا نه من واقعا کاری ندارم. فرض کنیم
اصلا درگیری بسیجی های مسلح با تظاهرات کننده های بی سلاح در خیابون باعث شده که در یک حرکت دفاع از خود مردم به جای اینکه به دست بسیجی ها کشته بشن از خودشون دفاع کنن، یا پیش از اینکه به دست اونا کشته بشن خودشون دفاع کنن، اسلحه اونا رو بگیرن اونا رو بکشن. بیایم روی این صحبت کنیم. ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی دیدین از تیراندازی مستقیم و از نزدیک به مردم در تهران، شیراز، رشت، کردستان، چهارمحال، بختیاری، اصفهان و شهرهای دیگه. تو خیابون تیراندازی با سلاح جنگی. نمونه هایش محض یادآوری ببینیم بعد برگردیم برای مستند کردن این گزارش. مامان حالم خوبه تلفنم روشنه، خداحافظ. وای شاره ببین. اوه دختر تیر خورد. آی تو سرم دختر تیر خورد. خره کشتن یارو. چی میگه؟ کشتن یارو. دختر کشت. نازی فیلم میگه. در مقابل این مزدورانی که مردم بی سلاح رو میکشن، اگر کسی دفاع از خود بکنه وانسته که بکشنش، محارب خدا و رسول است و اگه تو خیابون قصر در رفته باید اینجا اعدامش کرد، به خاطر اینکه اومده تو خیابون راهپیمایی کرده، شعار داده، باید وامیستاده تا این گلوله های جنگی مستقیم به سرش بخوره یا به قلبش بخوره. از اینکه 500 نفر اینجوری تو همین 3 ماه تو خیابون کشتین، بیش از 50 نفرشون بچن، وقت کسی که از خودش دفاع بکنه باید اعدام بشه. حالا فارغ از دروغای شما در مورد همین افراد، بدیهی است که هر کسی در برابر خطر از خودش دفاع میکنه، خطری که مخصوصا جانش رو تهدید میکنه. در خدمت آقای سعید دهقان هستیم، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین المللی وکلا، که ایشون وکالت پرونده های مهمی رو در ایران به عهده داشته اند و دارند، همچنان از جمله وکالت خانواده افکاری. آقای دهقان خوش آمدید به امشب صفحه آخر. جمهوری اسلامی میگوید که افرادی که اعدام میشن آدم کشتن، مأمور حفظ نظم عمومی رو کشتن، حکمشون طبق قانون جمهوری اسلامی اعدامه. چه پاسخ حقوقی دارین شما که وکیل حقوق بشرین آقای دهقان؟ اجازه بدید من اول تصدیق کنم که این واژه اعدام و یا قصاص، ما البته مخالفان اعدام و قصاص هستیم، ولی به هر حال در قوانین جمهوری اسلامی هست و حالا که هست اجازه بدید از همون قوانین استناد بکنیم، بگیم که وقتی میگیم اعدام یعنی چی؟ آیا این اتفاقاتی که الان داره میفته در قالب اعدام تعریف میشه؟ به نظر من نه، یعنی اینها رو باید در قالب قتل حکومتی تعریف کرد یا هر عنوان دیگری غیر از اعدام و یا قصاص. ببینید توجه کنید، شما اگه یک صندلی 4 پایه داشته باشی، یک پایش نباشه، اسم اون صندلی چیه؟ اسم اون صندلی دیگه 4 پایه نیست. طبیعتاً به خاطر ضلع مهندسیش هم یا هندسیش هم شما نمیتونید بهش بگید 3 پایه، چون 3 پایه حالت مثلث داره، 4 پایه حالت مربع داره. وقتی شما نمیتونید به صندلی 4 پایه که یک یا 2 پایش نیست یا شکسته بگید صندلی 4 پایه، 3 پایه هم یکی اضافه کنید 4 پایه محسوب نمیشه، 3 پایه است
و این وقتی میگیم اعدام یا قصاص، توجه داشته باشید باید ترتیبات همون قوانین نیمبند جمهوری اسلامی در موردش رعایت بشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی شما صحبت از قصاص میکنی، قاعدتا اینجا اولیای دم وجود دارن، یعنی یه خانواده‌ای به عنوان صاحبان خون میخوان که فردی که مثلا عضوی از خانواده‌شون رو کشته قصاص بکنن. خب در کدوم یکی از این پرونده ها شما حالت عادی قصاص دیدید؟ اگر قراره که یک شهروندی توسط یک شهروند دیگه ای کشته بشه، خب چرا حکومت این وسط چی کار است؟ حکومت چرا میاد اعترافات اجباری میگیره؟ حکومت چرا میاد تو رسانه های نظامی و شبه نظامیش اینقدر تبلیغات میکنه برای اون پرونده؟ پس نمیتونه قصاص باشه. بسیاری از این پرونده هایی که میگن قصاص، شما همین پرونده زنده یاد نوید افکاری هم ببینید، اصلا اولیای دم در اون شب نبودن. در خیلی از این پرونده هایی هم که اخیراً در واقع به نام اعدام جوانای مملکت رو کشتن، شما نمیبینید که اولیای دم وجود داشته باشن. پس این نمیتونه قصاص باشه. ضمناً در بحث اعدام، شما وقتی میگید اعدام یا قصاص، باید آیین‌نامه نحوه اجرای احکام این سلب حق حیات که میشه همین اعدام و قصاص رعایت بشه. خب بسیاری از این آیین‌نامه هم رعایت نمیشه. ضمناً فرد کیه؟ معترضه. خب معترض به خاطر همون، به استناد همون اصل نیمبند قانون اساسی اصل 27، خب حق اعتراض داره. خب حق اعتراض داره و مسلم نیست، مسلمت آمیز هم داره اعتراض میکنه. خب شما وقتی اون فرد رو میکشین، پس در واقع مرتکب چی شدین؟ مرتکب قتل شدین. چون فرد معترض از قوانین نیمبند استفاده میکنه میاد تو خیابون. ضمناً وقتی شما میخواین محاکمش بکنید، اولا بازداشت که میخواین بکنید باید با احضار یا جلب قانونی باشه، نه شبیه آدم ربایی از خیابون یا جاهای مختلف اون فرد رو ببرید ناپدیدسازی قهری بکنید، یعنی ارعاب و وحشت ایجاد بکنید در کنار دیگران، مردم و خانواده و دیگه همکارانش. ثانیاً وقتی شما میخواین محاکمه بکنید در دادسرا، اون طبق قانون خود آیین دستی کیفری نیمبند خود جمهوری اسلامی حق وکیل داره، تو اصل 35 خود قانون اساسی هم حق وکیل داره. خب اینا که برای تزیین که نیومده که، خب تو از رعایت نشده. و ضمناً اعترافات اجباری تحت شکنجه، خب اونم غیر قانونیه. شما سلول انفرادی هم میدونید که از سال 83 در دیوان عدالت اداری مصوب شد و غیر قانونیه. خب همه اتفاقای غیر قانونی رخ میده، در نهایت قرار مجرمیت و که فرخواست و همه کپی پیست میشه از روی همدیگه، میاد دادگاه. حالا دادگاه کجاست؟ باید دادگاه جرم سیاسی باشه. چرا؟ چون اون فرد معترضه، مخالف نظام سیاسی جمهوری اسلامیه. چرا میره دادگاه انقلاب؟ اصلا ما دادگاه انقلاب میدونید که غیرقانونیه. دادگاه انقلاب اساسا غیرقانونیه. خب حالا یک محکمه غیرقانونی، غیرقانونی، معذرت میخوام، غیرقانونی به چه معنی آقای دهقان؟ ما در اصول قانون اساسی نگاه بکنید، ما قوانین وقتی میاد وضع میشه، همه قوانین عادی باید بر اساس اصول قانون اساسی باشه. اینجا بسیاری از اصول قانون اساسی نقض میشه وقتی یک دادگاهی شکل میگیره، یه محکمه شبیه محکمه شرعی با رویکرد امنیتی، با قضاتی که در واقع حاجقاهایی هستن که منویات مقامات امنیتی رو میخوان اونجا در واقع رعایت بکنن و به نوعی ماشین امضا هستن. خب در قانون اساسی چنین چیزی نیومده، پیشبینی نشده، برای که ما در دادگاه جرم سیاسی میگیم یا دادگاه عادی میگیم فرقی نمیکنه. دادگاه ویژه روحانیت هم غیر قانونیه. بله شما ممکنه بیارین تو قوانین عادی یه جایی بگنجونید، مثلا انتهای آیین دادرسی مدنی اومدن آیین‌نامه ویژه روحانیت رو آوردن که مثلا دادگاه ویژه روحانیت حالت قانونی بدن، یا همین دادگاه انقلاب. ما اگه شورای نگهبان قانون اساسی داشتیم، شورای نگهبان ما قانون اساسی رو نگهبانی نمی‌کنه، حتی همین قانون اساسی نیمبند رو در واقع نگهبانی می‌کنه از شرع و موازین دینی و شرعی و منویات و سلایق فقها، نه الزاماً عرف و مساله عمومی، منافع ملی و خیر عمومی، هیچ کدوم از اینا رو نگهبانی نمی‌کنه. و همین دلیله که برخلاف قانون اساسی میاد قوانین عادی وضع میشه که در واقع خود اونها به خاطر اینکه ما یک اصل نوع قانون اساسی داریم که میگه حتی به نام حفظ مساله، به حفظ امنیت کشور، تمامیت ارضی کشور، حتی به نام حفظ استقلال هم شما نمیتونی خلاف آزادی های مشروع مردم قانون وضع کنی. شما حالا نگاه بکنید در این 40 چند سال بسیاری از قوانینی که وضع شد خلاف نص سریع اصل نوع قانون اساسی خود جمهوری اسلامی. خب یا در مورد وکیل، وقتی شما اجازه نمیدید فرد معترض وکیل داشته باشه و تازه وکیلم بازداشت میکنید، شما هم دارید خلاف اصل 35 قانون اساسی خودتون علیه ملت قیام میکنید و دارید با ملت میجنگید،
هم علیه حق دفاع شهروندان وقتی وکلا رو بازداشت میکنید و بخواید وکلا میرن از پزشکان، از معترضان، از روزنامه نگاران، از دادخواهان، حتی از همکاران خود وکیلشون دفاع بکنن، اونا رو هم بازداشت میکنید. خب در چنین شرایطی ما کاملا دچار فروپاشی حقوقی شدیم، چون هیچ کدوم از ارکان نظام حقوقی قضایی کشور با قوانینی که بر ضد آزادیه، حتی با همون قوانین نیم بندش هم کار نمیکنه. و همین دلیل است که ما میگیم حتی اگر از سال 95 به این ور که قانون ناقص الخلقه جرم سیاسی رو با همه اشکالاتش شما تصویب کردید، خب چرا پس دیمای 96، اعتراضات دی، مرداد 97، آبان 98، خوزستان 1400، اصفهان، همین وضعیت انقلابی 1401، شما حتی یک شهروند مخالف و معترضی که کاملا معلومه مخالف نظام سیاسیه میگه ما شما رو نمیخوایم، ما این نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوایم که نه جمهوری نه اسلامی، خب چرا شما نه در دادگاه جرم سیاسی محاکمه نمی کنید که هیئت منصفه باشه، که علنی باشه، که اصحاب رسانه باشه، حتی هیئت منصفه که اعضاش هم خیلی حکومتی هست، حتی اونم اعتماد نمی کنید. خب یعنی شما چیکار دارید میکنید؟ عملا مثلا آقای زاکانی رو میبرن دادگاه جرم سیاسی، یعنی از آقای زاکانی وابسته تر به حکومت جمهوری اسلامی کسی هم ما داریم البته زیاد داریم، ولی ایشون که نمیتونه متهم سیاسی باشه، علیه کدوم سیاست، علیه کدوم نظام، چون زوبه در ولایته. ولی دادگاه جرم سیاسی برای آقای زاکانی تشکیل میشه، اما برای مخالفان، معترضان، منتقدان، دادخواهان، برای هیچ کدوم از این شهروندای معترض و مخالف جمهوری اسلامی تشکیل نمیشه. خب بنابراین میره تو محاکم انقلاب که در واقع اسمش دادگاه نیست، اسم اون فردی هم که رأی میده قاضی نیست، چون دادگاه محل رسیدگی به داد مردمه و فردی هم که قاضیه باید با دادرسی عادلانه، با علم حقوق و همون قوانین نیمبند حکم بده و اجازه دفاع بده، نه اینکه شما به ظرف چند روز فرد از زمانی که دستگیر میکنید تا زمانی که حکم در واقع غیرقانونی اعدام اجرا میکنه که در واقع قتل حکومتی هست، چون قاضی حکومتیه، دادستان حکومتیه، شاکی حکومتیه، وکیل حکومتیه، خیلی از وکلای تفسیر ماده 48 وکلایی هستن که مرزعید رئیس قوه قضاییه. خب وقتی مخالفان علیه حکومت اعتراض دارن، بعد وکیلی که بخواد ازشون حمایت بکنه باید مورد تایید رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری باشه. خب وقتی شاکی خودش حکومتیه، دادستان حکومتیه، قاضی حکومتیه، یه ذله وکیل میمون که میتونه سر کنار مردم باشه، اونم شما اجازه نمیدین وکلا مستقل دفاع بکنن. یعنی در چنین شرایطی وکیل هم وقتی حکومتیه و تازه میگه مثلا در پرونده زندیات مجید رضا رهنورد، اصلا وکیل حکومتی داره میگه بله ایشون دو نفر رو به شهادت رسوندن، چاقو دستشون بوده، چهار نفر هم زخمی کردن. خب این آدم اگه ندونه وکیل حرف زده، فکر میکنه دادستانی حرف زد، فکر میکنه ماموران امنیتی داره حرف میزنن. خب از این مجموعه نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که ما در واقع با اعدام مواجه نیستیم و باید این واژه رو دقت کنیم، با اینکه ما مخالف اعدام به حال در بعضی از کشورها اعدام همچنان قانونیه، ولی که ما مخالف باشیم، اما اینجا اعدام نیست، قتل حکومتی همون که شما گفتین، یعنی میشود این نتیجه رو گرفت. خب ببینین، نظر حقوقی در باره دفاع از خود، دفاع مشروع به بیان شما حقوقدانان در این درگیری ها چیه؟ من فرض رو میگیرم که فرض رو میگیرم که بعضی این اتهام ها در درگیری های خیابونی در مورد این که فلان بسیجی چاقو خورده مثلا از یا باتوم ازش گرفتن تو سرش زدن مثلا در فلان درگیری خیابون، این نظر حقوقی چه معنایی داره؟ در این فرض اول اجازه بدین قبل از اینکه از نظر حقوقی بگیم که این فرض شما رو بخوایم باز کنیم، اول بپرسیم که آیا اگر بسیجی ها شهروند هستن، فرض ببینید که شهروند درجه یک هم هستن، آیا شهروندانی که نزدیک 500 نفر در اینجا، 1500 نفر در آبان کشته شدن، شهروند نیستن؟ اگر کسی رو زده، ضربه زده یا زخمی کرده یا هر کسی، آیا شکنجه کرده، یه خیلی از وقایعی که پیش اومده، آیا شما سابقه ای داره که این همه آدم در ایران کشته بشه و یک دونه از این مامورا، شکنجهگران، بازجوها، بسیجیان، یک نفر تحت تعقیب قرار بگیرن و محاکمه بشن؟ بر اساس همون اصل 38 قانون اساسی نیمبند جمهوری اسلامی شکنجه ممنوعه و اعترافات تحت شکنجه معتبر نیست و ضمناً فرد شکنجهگر بر اساس قانون جزا باید محاکمه بشه، منفصل از خدمت بشه و زندانی بشه. آیا شما یک مورد سراغ دارید اتفاق افتاده باشه؟ و همین دلیل هست که میگم شما نه فقط با استاندارد دوگانه، بلکه با استاندارد چنگانه مواجهید، با
یه نظام مستبد دینی که هیچ پایبند به هیچ کدوم از موازین حتی قوانین نیم بنده خودش هم نیست. حالا با این توضیح من عرض میکنم که دفاع مشروع، ببینید ما در چه موقعیتی قرار داریم. اولا مردم که مسلح نیستن، مردم معترض مسالمت آمیز هستن. از سالهای گذشته از 88 نگاه بکنید، راه بنمایی سکوت چند میلیونی مردم در ایران، آیا اونجا نکشتن؟ کشتن. دیمای 96 نکشتن؟ کشتن. آبان نکشتن؟ کشتن. یعنی چه اعتراض شما سیاسی باشه مثل 88، چه اقتصادی باشه مثل دی 96 و آبان 98 به خاطر بنزین، چه هر اعتراضی داشته باشید در نهایت کشته میشید. خب اگه این وضعیت وقتی شما مسلح هستید، نیروهای شما اعم از نیروهای انتظامی پلیس، نیروهای بسیجی، لباس شخصی های آتش به اختیار یا نیروهای امنیتی و یا حتی مداها، بسیاری از اینا در اینجا در سرکوب نقش دارن. شما نگاه بکنید، آقای مدایی به نام محمود کریمی اسلحه برد شلیک کرد، بازداشت نشد، چرا محاکمه نشد؟ یا اون قاضی حیدری فر که مشاور مرتضوی بود، مگه اون مسلح نبود شلیک نکرد؟ خب اون چرا اعدام نشد؟ اون چرا اتفاق براش نیفتاد؟ قتل‌های باند محفلی کرمان، اون بسیجی ها چرا تحت تعقیب قرار نگرفتن؟ این همه آدم زدن کشتن، هیچکدوم تحت تعقیب قرار نگرفتن، یعنی محاکمه نشدن، اعدام نشدن، ولی ظرف چند روز جوانای ما رو اعدام میکنن، در حالی که جوانای ما مسلح نیستن اما نیروهای سرکوبگر تا دندان مسلح. خب اینجا تناسب اولین واژه‌ای که در دفاع مشروع مهمه، تناسب حمله و دفاع. کسی که حمله میکنه مسلحه، کسی که از خودش میخواد دفاع بکنه مسلحه؟ نه، نداره، نهایتا میخواد از خودش دفاع بکنه، اگرم از سلاح سرد، از سنگ یا از هر چیزی که استفاده بکنه در مقام دفاع در برابر مهاجمیه که مسلحه، حالا آتش به اختیار یا هر چیز. خب تازه این فرد معترضه که نباید تحت تعقیب قرار بگیره، حتی تحت تعقیب قرار بگیره، نه تحت حمله، نه تحت سرکوب، نه تحت سلاح مرگبار. حالا این فرد حمله میکنه، حمله دفاع مشروع در مقابل چرا قانونیه و در چه شرایطی قانونیه؟ اون فرد در صورتی که به جانش، به مالش، به ناموسش حق دفاع مشروع داره. اینجا کاملا جان مطرحه، جان در هر شرایطی تحت دفاع مشروع قرار میگیره. کسی که به حمله میکنه به جان یک فرد مطلقا دفاع مشروع تلقی میشه. به ویژه کلیدواژه مهم دفاع مشروع اینه که توسل به قوای دولتی عملا ممکن نباشد. این عین عبارت قانونه، وقتی توسل به قوای دولتی عملا ممکن نباشد دفاع مشروعه. به ویژه وقتی کسی که دفاع میکنه متناسب باشه، تازه اینجا متناسب هم نیست، یعنی اون مسلح، شهروند مسلح نیست. حالا توسل به قوای دولتی عملا ممکن نباشد، وقتی خود قوای دولتی حمله میکنن شما میخوای به کی توسل بکنی؟ خود قوای دولتی، دقت کنید اینجا دولتی عامه، یعنی حکومتی، نیروهای امنیتی، نظامی، شبه نظامی، پلیس، نیروهای انتظامی، نیروهای لباس شخصی با حکم آتش به اختیار که حکم حکومتیه. خب مرتکب قتل حکومتی میشن، نه تنها تعقیب نمیشن بلکه تشویق هم میشن. در این شرایط وقتی توسل به قوای دولتی ممکن نباشه، من که مسلح نیستم در مقابل فرد مسلحی که میخواد منو بکشه، اصلا حکم، این حکم قانونه، حکم عقله، حکم منطقه، من در مقابل فرد مهاجم باید از خودم دفاع کنم، باید زنده بمونم. این دفاع مشروع اگر به رسمیت شناخته نشه، که ظاهرا در نظام قضایی جمهوری اسلامی که دچار فروپاشی حقوقی شده نه تنها به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه مهاجمین تحت هیچ عنوان تحت تعقیب قرار نمیگیرن، ما به هیچ وجه پاسخگویی نمیبینیم، دادخواهی یک پیکر مرده است و فروپاشی حقوقی هم آخرین میخ بر تابوت یک نظام سیاسیه که الان در واقع ما در این مقطع. و به نظر من شهروندانی که دارن کشته میشن، چه در خیابان چه در زندان، همشون کشته میشن، اسمش اعدام نیست. کما اینکه مثال صندلی رو زدم، شما نمیتونی از لای هندسی صندلی رو در نظر نگیری، یکی دو تا پایه نباشه بازم بگی صندلی چهار پایه است. وقتی هیچ کدوم از قواعد قانونی و مقررات آیین دادرسی، نحوه اجرای احکام و اعدام و قصاص، هیچ کدوم رعایت نمیشه، اون نه اعدامه نه قصاص، که اگه قصاص بود حکومت اینجا چی کاره بود؟ 227 نماینده مجلس، بذارید ببینیم ریشه های این قوانین کجاست. از مجلس شورای اسلامی، 227 نماینده مجلس شورای اسلامی نامه زدن به قوه قضاییه، خواهان اعدام معترضین شدن به اتهام محاربه. بهشون گفتن شما نماینده مجلسی،
درست مجلس انقلابیه، اصلا نمایندگی مردم رو نمایندگی نمی کنید، ولی شما خواهانه اعدام شهروندان دارید میشید از قوه قضاییه. اصلا اصل تفکیک قوا رو بذاریم کنار که در واقع مونتسکیو در قبل درزه صاحب در واقع روح القوانین و نظریه تفکیک قوا، از اون بذاریم کنار. شما نمایندگی ملت هم نمی کنید. باشه، شما چگونه نمیفهمید که وقتی میخواید اعدام معترضین رو از قوه قضاییه، یعنی شما نمیفهمید که در اصل 27 قانون اساسی معترض تعقی داره و شما چرا باید اعدام بخواید؟ وقتی اعتراض میکنید میگه نه، منظور ما اعدام نبود، منظور ما قصاص بود. یعنی عذر بدتر از گناه. یعنی اونا حتی نمیفهمن که اگه قصاص باشه شما مجلس چرا از قوه قضاییه باید قصاص بخواید؟ مگه قصاص مال اولیای دم نیست؟ مگه قوه قضاییه حکومت میتونه قصاص رو بخواد؟ پس معلومه شما خودتون هم میدونید که این قصاص نیست، چون قصاص که مال اولیای دم، شما نماینده مجلس در از قوه قضاییه قصاص میخواید. والا اگه بدونن آیده قوانین ما از کجا وضع میشه، با چه نماینده های وضع میشه، چه شخصیت هایی در واقع در این مملکت دارن حکومت میکنن که اساسا اون شخصیت لازم رو ندارن، تک تک مردم رو دارن میکشن، پرپر میکنن. آقای دهخان اولا یه نفسی بکشین که من یه سوال دیگه بکنم، وقتمون خیلی کم. ثانیا عرض کنم خدمتتون که اینا نه همچین هم نیستش که اون چیزایی که شما میدونین اینا بدونن تو مجلس. من کیان کیا دیگه، من نمیخوام حالا توهین بکنم، احیانا این توهین برداشت بشود. باری ببینید، در هفته پیش در اجلاس کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخراج شد و این امید رو بیشتر به وجود آورد در فعالان حقوق بشر امثال شما که جمهوری اسلامی از بقیه سازمان‌های بین‌المللی هم اخراج بشه. ماه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ای که شما هم توش حضور داشتین، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای سرکوب اعتراضات سراسری مردم ایران رو تصویب کرد. کار این هیئت در چه مرحله است آقای دهقان؟ ببینید، واقعیتش اینه که کمیته حقیقت‌یاب مستقل خیلی پیشتر از این باید تشکیل میشد، خیلی تأخیر داره، ولی حالا که تشکیل شده، البته هنوز اعضا و ترکیب اعضای کمیته حقیقت‌یاب مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین نشدن که تو همین روزایی که پیش رو داریم این ترکیب اعلام میشن، اعضا اعلام میشن. طبیعتاً چند عضو اصلی داره، 3 تا 5 عضو اصلی داره، 15 تا 20 فرد متخصص داره که باید بهشون کمک کنه در حوزه‌های مختلف تخصصی، از باب داکیومنتری، از باب تخصصی تکنولوژی ارتباطی و از باب حقوقی قضایی، بحث کیفری جنایی و همه حوزه‌ها متخصصین باید کار بکنن. الان هنوز اون اعضای اصلی، اون ترکیب اصلی اعلام نشده، اما بعد از اینکه در واقع اعلام بشه، طبیعتاً سازوکاری رو خود کمیته حقیقت‌یاب مستقل شورای حقوق بشر اعلام می‌کنه که چگونه بتونه اسناد، مدارک، شواهد رو از قربانیان یا خانواده‌های قربانیان و معترضان، بازداشتی‌ها و همه افرادی که تحت شکنجه و آزار بودن بتونه اخذ بکنه. طبیعتاً سازوکاری که اون اعلام می‌کنه تا اون زمان، الان نهادهای حقوق بشری، وکلای حقوق بشری و خود گزارشگر ویژه حقوق بشر آقای جاوید رحمان میتونه در واقع الان تا همین روزها هم میتونه این اسناد یواش یواش بگیرن، فولدر بندی کنن، تا بعد وقتی سازوکار اعلام شد و ترکیب اعضای کمیته اعلام شد، از نظر زمانی ما بتونیم از این یک سالی که این کمیته میخواد کار بکنه بتونیم به درستی جلو بریم و مستندسازی کنیم. و یک مسئله هم که هست اینه که این اسناد و شواهد حتی مثل بعضی از سازمان‌های بین‌المللی، مثل عفو بین‌الملل هم نیست که یه مقدار آزادی عمل داشته باشه. اینجا وقتی سازمان ملل یک نهادی رو، یک کمیته‌ای رو ایجاد می‌کنه، تمام سختگیری‌های لازم رو داره و تلاش می‌کنه که خودش مستقیم به این مدارک و اسناد آگاه باشه، مورد وثوق باشه، بعد راستی آزمایی می‌کنه معمولا. و همین دلیل هم کار حساسه، یعنی سپاه سایبری جمهوری اسلامی احتمالاً شروع خواهد کرد به یک سری اطلاعات غلط دادن، دیس انفورمیشن، سعی میکنه که با این مقدمات منفی این همه مقدمات و مدارک مثبت رو منفی در مثبت بکنه منفی. برای خیلی مهم راستی آزمایی بشه و همه ما به عنوان چه وکیل حقوق بشری، چه نهادهای حقوق بشری بین‌المللی باید مراقبت کنیم. و البته طبیعتاً وقتی سازوکار اعلام میشه، شهروندان این امیدو دارن که میتونن راحت به دست خود شورای حقوق بشر برسونن. پیش از اونم از همون طریق که عرض کردم میشه به این کمیته کمک کرد و
برای اینکه بعد از این جریان بسیار مهمه، هم میتونه در واقع در قالب اصل صلاحیت قضایی جهانی ما بتونیم محاکمه آمران، ماموران، مباشران، مسببان، معاونان و شرکای چنین جنایتایی رو تحت تعقیب ببینیم، مثل دادگاه استکهلم در مورد حمید نوری که ما اونجا از نزدیک دیدیم چه وقایعی بود و چقدر دقیق دادرسی عادلانه داشتن، اما به هر حال اصل صلاحیت قضایی جهانی در واقع بهش استناد شد. و همین که تو از دوره گذار ممکنه احتمال اینکه ما بتونیم بپیوندیم در دوره گذار نمایندگان واقعی مردم ایران به دیوان بین‌المللی کیفری و اساسنامه روم رو در واقع امضا بکنیم، خب هست که در واقع خود دیوان بین‌المللی کیفری در لایحه بتونه در واقع رسیدگی بکنه این جنایت ها رو. ضمن اینکه در مورد سابق در تاریخچه سازمان ملل هم ما مورد یوگسلاوی رو داشتیم که خود سازمان ملل دادگاه ویژه ترتیب داد، بنابراین از طرق مختلف ما میتونیم کار ببینیم. ولی کمیته روزهای آغازین، شاید هم هفته های آغازین وقتی شروع به کار بکنه، باید چشم‌اندازی میتونیم داشته باشیم که عاملان و مسببان و آمران رو در قدم اول یه معرفی اولیه‌ای بکنه که خب همین میتونه احتمالاً یه بازدارندگی ایجاد بکنه، یه ریزش نیرویی در عوامل سرکوبگر هم بتونه ایجاد بکنه. البته اتفاقی هم که اخیراً در مورد جمهوری اسلامی افتاد، اخراج از کمیسیون مقام زن، این هم سوال اصلی اینه که اساساً چرا جمهوری اسلامی با 40 چند سال شکنجه، تبعیض، ظلم، تعرض و تجاوز به زنان ایرانی و حقوقشون اساساً چرا انتخاب شد به عنوان کمیسیون مقام زن که حالا طبیعتاً باید اخراج میشد، اما اون خود انتخابش هم دولتایی که رأی دادن به نظر من باید به افکار عمومی و جامعه مدنی دست پاسخگو باشن. ببینین این کمیته حقیقتیاب گفتیم برای دوران گذار، دوران گذار جمهوری اسلامی هم میتواند به هر حال در اون موقع مؤثر عمل بکنه. بسیار سپاسگزارم ازتون. آقای دهقان، حقوقدان، وکیل حقوق بشر، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا، و ممنونم که امشب بودیم، باز هم از حضورتون بهره خواهیم برد. بسیار بسیار ممنونم آقای سعید دهقان. بریم مسیر حمایت‌های بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران رو دنبال بکنیم که به چه مرحله‌ای رسیده است. این حمایت‌های بین‌المللی که حالا بخشش رو در حوزه حقوق بشر شنیدیم در قسمت نخست برنامه، در حوزه دیپلماسی، تجارت بین المللی و روابط بین المللی کشورها میبینیم که این در واقع از اون بر نگاه بکنیم مسیر حمایت‌های بین المللی از جنبش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی رسید به مرحله فاصله گرفتن مواضع منطقه‌ای چین از جمهوری اسلامی، حکومت که جمهوری اسلامی باش توافقنامه اقتصادی امنیتی و نظامی 25 ساله امضا کرده علیه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بیانیه صادر میکنه. 10 دسامبر، 19 آذر سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین در بیانیه اجلاس پایانی مشترک خواستار حل مسالمت‌آمیز موضوع جزایر سگانه تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا شدند. این بیانیه بلافاصله پس از بیانیه دیگری صادر شد که در آن رهبران عربستان و چین از جمهوری اسلامی خواستند از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری کند. این دو بیانیه مشترک چین با کشورهایی که بیخ گوش جمهوری اسلامی و بارها حکومت ایران اونا رو دشمن و فریبخوردی استکبار و اینا خطاب کرده، هم انصافا مسئولان جمهوری اسلامی رو شوکه کرد، هم واقعیت سیاست بین الملل رو به همه نشون داد که همه چیز در جهان سیاست و دیپلماسی با منافع کشورها گره خورده، نه با خط‌کشی های شعاری و خیالی. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی. آقای دایی خوش آمدید مثل همیشه به برنامه صفحه آخر. آیا الان که اوضاع حکومت جمهوری اسلامی بیش از هر زمان لرزان و ملتهبه و خب میدانیم به دلیل جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، آیا به این دلیل است که چین به سمت دشمنان جمهوری اسلامی در منطقه در واقع رفته یا رقبای جمهوری اسلامی، یا امضای اون بیانیه ها در هفته گذشته بین چین و کشورهای حوزه خلیج فارس و با عربستان به طور جداگانه صرفا تشریفاتیه؟
به باور من جدیه. اینکه علناً چین اومده این حرفا رو زده، خطبیان واقعیته، موضع چین هم بوده همیشه، ولی اینکه بیاد علناً در کنار عربستان علیه جمهوری اسلامی موضع بگیره و اون رو عامل ناامنی در منطقه معرفی کنه در حقیقت، خب این یک تحوله. این روندی بوده که در گذشته آرام آرام به اینجا رسیده. به نظر من نباید شگفت زده باشیم. اولا که خب چین نزدیک به 2 تریلیون در برای جاده کمربند جدید، جاده کمربندی و ابریشم جدید سرمایه گذاری کرده، احتیاج به آرامش داره، در بازار انرژی دنبال ناامنی نیست. خب اون کسی که ایجاد ناامنی میکنه جمهوری اسلامیه. دوست نداره چین جمهوری اسلامی با پهباد و موشک به تأسیسات نفتی عربستان یا امارات حمله بکنه، در کشورهای دیگه دخالت بکنه، مرتب تهدید بکنه. چین باید از سرمایه گذاریاش حفاظت بکنه. یک. دوم، بالاخره دراز مدت بخواد چین حساب بکنه، در حالی که منطقه تغییر کرده، یه بلوک ضد جمهوری اسلامی تشکیل شده، کشورهای منطقه با هم نزدیک شدن علیه جمهوری اسلامی، بالاخره وقتی چین مجبور به انتخاب باشه به کدوم سمت میره؟ طبیعیه به اون سمت میره. بعدش هم در این چند سال جمهوری اسلامی روز به روز ضعیف‌تر شده. خب طبیعیه وقتی هر چی ضعیف‌تر میشه متحدین خودش هم از دست میده، یا متحدینش موضعشون نسبت به جمهوری اسلامی سوستر میشه. و مهمتر از همه تحولاتی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده، به باور من الان بخش مهمی از سیاست مداران جهان به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی آینده ای نداره، بی آینده است. حالا در مورد این که نیروی جایگزین چیه، چقدر طول میکشه تا این حکومت سقوط بکنه، به چه ترتیب، جای بحث و گفتگو و تحلیل هست. ولی در سرانجامش فکر میکنم که تردید ندارن که جمهوری اسلامی هیچ کارت استراتژیکی برای بقا نداره، و بنابراین آرام آرام داره اینو به خود به صورت ظاهری هم خودشو نشون میده، به صورت علنی موضع‌گیری میکنن. این تحولاتی که اضافه بر مسائل اقتصادی و غیره به باور من خیلی مهمه. اگر موضع‌گیری چین رو نسبت به موضع‌گیری‌های دیگر کشورهای جهان در تحولات اخیر نگاه بکنیم، یه همخوانی میبینیم و اون ضعف جمهوری اسلامی، بی‌آینده و سوس شدن حمایتایی که داشته. آقای دایی، چین یک متحد جدی جمهوری اسلامی بوده است تا امروز، و خیلی اون توافقنامه یا تعهدنامه 25 ساله یا قرارداد 25 ساله که مستقیم از بیت خامنه‌ای هدایت میشد و نماینده خامنه ای میرفت، ابو علی لاریجانی نماینده خامنه ای اینها میرفت اونجا، و خب خیلی مهم بوده است برای جمهوری اسلامی. فاصله گرفتن چین همچنان که بیشتر میشود بی تردید با این موضع گیری ها، سرمایه گذاری های چین در ایران چی میشه؟ یعنی خیلی مهمه که چقدر ایران تکیه داره به سرمایه گذاری های چین و حضور چینی ها در ایران چجوریه؟ به نظر من یه تفاوت باید قائل بشیم بین تبلیغات یا برداشت‌های رسانه‌ای در فضای عمومی نسبت به روابط چین با جمهوری اسلامی با آنچه واقعیت بوده. ببینید، از ژانویه 2006 که برجام اجرایی شد و رئیس جمهور چین به ایران اومد، واقعا خود دنبال اینم بودن که قراردادهای استراتژیک ببندن، اما اون تفاهم‌نامه به هیچ قراردادی منجر نشد. دلیلش تداوم تحریم‌ها بود، و تنها سرمایه‌گذاری هم که چین می‌خواست واقعا در ایران بکنه همون که بود که با توتال فرانسه می‌خواستن در پارس جنوبی بکنن، که اونم چین نزدیک 4 میلیارد خورده‌ای بود دلار بیرون کشید، هیچ سرمایه گذاری جدی در ایران نکرده. شما اگه نگاه بکنید سرمایه گذاری های چین در آسیای مرکزی، خاورمیانه، کشور همجوار ایران، همه رو نگاه بکنید، مقایسه بکنید با ایران که تقریبا صفره، من به این نجیب میرسید که چین به طور استراتژیک روی جمهوری اسلامی حساب نمیکنه، به خاطر اینکه تحریم‌ها جدیه. این رابطه جمهوری اسلامی با چین یه رابطه تقریبا عشقی یه طرفه بوده به میزان زیادی، و اونم به این معنا که سرمایه‌ها کشور حراج کرده، بیشتر نفت و فرآورده‌های نفتی رو به صورت قاچاق به چین داده، پولش هم به صورت خیلی کمی دریافت کرده، حالا چقدرش رو دلالا خوردن، چقدرش خود چین خورده، در مقابل چیز زیادی به جمهوری اسلامی نیده. تبلیغات جمهوری اسلامی که گویا چین متحد استراتژی که ماست، پشت ماست، یه ابرقدرت پشت ماست، اینا تبلیغاتی بوده میکرده، در واقع هیچ کاری نکرده. شما توجه بکنید که این طرف آب، یعنی قرار 4 میلیارد و نیم در ایران سرمایه گذاری بکنه که نکرد،
رفته اون طرف آب در قطر قرارداد بسته 60 میلیارد دلار با قطر برای دریافت گاز مایع. مرمه مشخص متحد استراتژیکش که ببینید در جاده کمربند مهمترین کشور میتونست روی کاغذ ایران باشه، از نظر جغرافیایی، مواصلاتی، انرژی مهمترین کشور منطقه است. حالا نگاه بکنید سرمایه گذاری که در همه جا آسیای مرکزی و غیره کرده در ایران نکرد. خب چرا؟ تحریم ها. جمهوری اسلامی آینده نداره، این تحریما برداشته نخواهد شد. اینو چین بهتر از هر کسی میدونه. تفاوت بین خرید نفت قاچاق با اینکه کمپانی مهم چینی به در ایران سرمایه‌گذاری بکنه با این تحریما، خب هیچ این اون کمپانی دیگه با آمریکا نمیتونه معامله کنه، دسترسی به تکنولوژی نخواهد داشت. بنابراین این اصل اساسی، یعنی این مسئله تحریما، ضعف مفرط جمهوری اسلامی و الان که دیگه هم ورشکستگی اقتصادیه و اینا. یه نکته دیگه هم اضافه شده اینه که ببین جمهوری اسلامی نفت و اینها رو که میداده الان یه رقیب پیدا کرده، روسیه. چین راحت‌تر از اون میخره، با هم رقیب شده، یعنی نیاز زیادی نداره. با رکود اقتصادی جهان مواجه هستیم. نفت حدود 70 دلاره، اوایل امسال نزدیک 120 دلار بود، رسید به 120 دلار. این تفاوت‌های جدیه که اهمیت جمهوری اسلامی رو کم می‌کنه. طبیعیه چین به غارت و چین به اصطلاح دوشیدن جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد، ولی در مقابل من همواره باور داشتم چیز زیادی به جمهوری اسلامی نمیده. این طرف اون طرف دو تا رأی در سازمان ملل ممکن به نفع جمهوری اسلامی بره، اون برای گرفتن باجه‌های بیشتر و دوشیدن بیشتر. آقای دایی، وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه سال 1400 بیش از 12 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی فروختیم، پولش هم گرفتیم. 4 میلیارد دلار پول گاز صادراتی رو گرفتیم. این میشه 16 میلیارد دلار رو هم دیگه. درباره فروش نفتم که نه مشتریای نفت، نه میزان فروش نفت، نه میزان ارز دریافتی از فروش نفت جمهوری اسلامی معلوم نیست. محرمانه اساسا. جمهوری اسلامی طوری که رسما اعلام میشود حدود 70 میلیارد دلار نیاز ارزی داره برای واردات کالاهای اساسی. آیا می شود ارزیابی کرد که چقدر درآمد ارزی داره جمهوری اسلامی که بتونه تامین کنه اینو؟ ببینید آمار درست حسابی توی جمهوری اسلامی که نیست. راجع به تورم یک بار سه تا نهاد رسمی جمهوری اسلامی سه آمار مختلف برای تورم داد، من از 20% تا 65%. خب ولی میشه از مجموعه حرفایی که میزنن با یه ذریب دروغ به یه چیزی دسترسی پیدا کرد. حدوداً در سال 2021 حدوداً، یعنی در سالی که تکمیل شد و بخش مهمی از سال 2022 رو یه سری آماری هست، حدوداً سالی محصولات یعنی نفت، بعد فراورده های نفتی، پتروشیمی و یه مقداری هم اینا میگن محصولات غیر نفتی که بخش عمدش بازم فراورده های نفتیه، حدوداً نزدیک 30 میلیارد دلار اینها فروش داشتن در یک سال حدوده. البته یادتون باشه که نفت و محصولات دیگر به نام امارات، عمان، مالزی، اندونزی و اینها قاچاق میکنن به چین، کلی به اونا پورسان بدن. معلومه چقدر پولش چین پس میده، معلومه این وسط دلالان چقدر گیرش میاد، چقدر تخفیف میدن، خود دزدان جمهوری اسلامی چقدرشون میخورن. چون حتی ضریب بود که میگفتن اینا که ما میفروشیم 60% به ایران برمیگرده، چقدرش سپاه قدس استفاده. ما میگیم نه، اصلا تمام اینا نه، همشون شدن آدمای معصوم و بیگناه و پاک. 30 میلیارد به ایران برمیگرده. چیزای دیگه میوه و اینا که شوخیه. 30 میلیارد چون خودتون میفهمید که 75 میلیارد، درست؟ تازه ما این ارقامی که میگیم مال گذشته بوده، الان با رکود مواجهیم. روسیه داره به حتی فولادی که جمهوری اسلامی به چین میداد الان روسیه داره ارزونتر میده. بنابراین با یه بحران جدی مواجهه. ما در یه سال کامل طبق گفته پژوهش‌های مجلس نزدیک 15 میلیارد محصولات کشاورزی اینها وارد کردیم. حالا شما فکر کنید 30 میلیارد هم اینا فروختن. اینها الان ابتدایی ترین چیزها رو میتونن تهیه بکنن. یادمونم نره بخش مهمی از ارزی که اینا میگیرن خودشون تو بازار میفروشن، بتونن کسر بودجه رو جبران کنن، میلیاردها دلار. و واقعا همه الان در ایران سوال میکنن که یکی از چاپ اسکناسه، یکی فروش دلاره. هیچ درآمد جدی اینها ندارن و آرام آرام ما داریم مشاهده میکنیم که اقلام ضروری کشور دچار کمبود داره میشه. در یک کلام اگه ما روزنامه‌های خود داخل ایرانو مرور بکنیم، اون چیزی که الان به خاطر جنبش هم زیاد مسائل اقتصادی مطرح نمیشه، ولی واقعش اینه که یک ورشکستگی عمیق و رکود
کشور رو فرا گرفته، آثارش رو در ماه‌های آینده خواهیم دید. اتفاقا اون چیزی که به جنبش کمک، یعنی باعث میشه که مردم بیشتر در خیابان‌ها باشن، اعتصابات کارگری، کشاورزان و غیره، اینا تازه خودش نشون خواهد داد. هیچ چیزی از اقتصاد نمونده. یکی از دلایلی که کشور خارجی به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی آینده نداره، همین ورشکستگی ترمیم ناپذیر یا به گفته خودشون برگشت ناپذیره. این مسئله بسیار جدیه. آقای دایی، در پیوند با همین کشورهای مختلف، مواضع کشورهای مختلف علیه جمهوری اسلامی، امروز می‌بینیم که دولت بایدن، دولت آمریکا، که بعضی محافل می‌گفتن این دولت دولت مماشات با جمهوری اسلامی است، میاد در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی موضع قاطع و تندی می‌گیره و مکرر از اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کنه. سوال، این سیاست جدید آمریکا در مورد حکومت ایرانه که می‌شود براش چشم‌اندازی متصور بود، یا صرفا یه اعلام موضع مقطعی است به نام شرایط و ممکنه تغییر بکنه؟ من فکر کنم ببینید، خب از نظر خود ما ایرانی ها، ما بگیم مثلا سفارتخونه ها رو باید ببنده، درست این کارهای حقوق بشری خیلی خوبه، خیلی مفیده، ولی من گام این یه پروسه میدونم که گامای اولش هستیم. مواضع دولت بایدن و اروپا که تا همین چند ماه پیش آقای جوزف بورل التماس میکرد، گدایی میکرد که با جمهوری اسلامی سازش بکنه، الان نگاه بکنید آلمان رو نگاه بکنید، کی فکر میکرد که آقای رابرت مالی بره شورای امنیت جلسه بذارن در مورد اعتراضات در ایران، یا خود آمریکا بیاد پشتیبانی بشه که برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن. اینا تحولات بسیار بسیار جدی و تأثیر میذاره رو سیاست. جمهوری اسلامی نجس میشه، کسی نمیتونه بهش امتیاز بده، راه مماشات رو میبنده. این یعنی سیاست فقط حقوق بشری. اما آیا دنبال تغییر رژیم رفتن؟ نه، هنوز ما گام داریم. ببینید، به باور من کشورهای اروپایی و آمریکا، بعد کشور منطقه، به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی بی آینده است. حالا در مورد طول این زمانی که طول میکشه، نحوش یا نیروی جایگزین چیه، بحث هست. 6 ماه، 1 سال، 2 سال، کی میاد، چطور میشه، همینا بحث، ولی بی آینده است. ولی آیا تغییر رژیم رفتن؟ نه. مثلا بستن سفارتخونه ها، بخیر بس وقت که شما سفارتخونه های جمهوری اسلامی رو ببندید، این قطع رابطه کردید، بعد یه کسی جاش باشه دیگه که هم مردم قبولش بکنه، هم قدرت، مهم اینه قدرت انتقال و دوران گذار رو داشته باشه، چون برای اینا مسئله امنیت منطقه بسیار بسیار مهمه. ایران در یکی از مهمترین جاهای جهان قرار گرفته، بنابراین باید تا اون زمان این پروسه، بعد ما آرام آرام جلو بریم، نیروی جایگزین قدرتمند تشکیل بشه، طبیعتا ما هم به این سمت خواهند رفت. ولی گام اول، یعنی در واقع میتونیم بگیم نفی قضیه، دوری از جمهوری اسلامی انجام شده. قسمت اثباتی قضیه هنوز یه مسیری پروسس که باید طی بشه. مواضع دولت آقای بایدن رو باید به فارنی گرفت، همطور که اروپاست، این رو سکوی پرش قرار داد برای گام‌های بعدی. نباید مرتب، به نظر من سرشاخ نباید با دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا شد، اونها رو بعد الان به عنوان متحد نگاه کرد، بشه از درهایی که باز شده، خیلی درها باز شده، راه همکاری‌های باز شده، بیشترین استفاده کرد به اون مسیری که می‌خوام بریم. من خیلی اینها رو بد میدونم، ولی بخش زیادیش که گامایی که بعدش میشه مربوط به خود طرف ایرانی، ما ایرانی هاست که هرچی جلوتر بریم این کمبودها رو جبران کنیم، طبیعتا دنیا هم همراهی خواهد کرد. ولی تردید نکنیم، تا الان این دنیای رسانه ها و سیاست مدار جهان موضعی که راجع به جنبش ما دارن، در تاریخ جنبش هایی که من یاد دارم بی نظیره تا الان، و بسیار بسیار مثبت. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی، کارشناس و پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی. ممنونم. ممنونم. نسرین ستوده، برنده جایزه روبرت بدینتر، جایزه معتبر در زمینه حقوق بشر و مبارزه با مجازات اعدام، در 8th کنگره جهانی مبارزه با مجازات مرگ، یعنی مجازات اعدام، در برلین شد. پیامی فرستاد خانم ستوده به این کنگره بین المللی، نوشت: من نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی در ایران، از همه جهانیان و از این کنگره میخواهم در این روزهای سخت چشم و گوش ایرانیان حق طلب باشند، روزهایی که ناعادلانه جوانانی را زیر حکم اعدام میبرند که از حق قانونی خود برای شرکت در اعتراضات زن زندگی آزادی استفاده کردند. نامه مشترکی هم نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده از وکلای سرشناس حقوق بشر در ایران خطاب به فعالان حقوق بشر و ملت شریف ایران منتشر کردند. نوشتند:
همچنان که میدانید طی دو ماه و نیم گذشته پس از خیزش مردم در اثر اقدامات غیرقانونی مکرر مامورانی که باید حافظ و نگهبان قانون میشدند، تعداد زیادی از هموطنانمان بازداشت و روانه زندان شدند. همچنان که بسیاری از وکلا و فعالان مدنی در سراسر دنیا خواستند، ما امضا کنندگان این نامه نیز به عنوان کسانی که طعم تلخ زندان را چشیده ایم و دغدغه‌ای جز رعایت حقوق انسان ها نداریم، رئیس فعلی قوه قضاییه را با وظایف قانونیش روبرو می کنیم و ضمن تأکید بر آزادی بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان، اکیداً می خواهیم تا ضمن جلوگیری از هر نوع اقدام غیرقانونی و ادامه بازداشت معترضان، به ویژه این اطمینان روشن و واضح به مردم داده شود که هیچ یک از هموطنانمان، اعم از کرد و بلوچ و لر و ترک و فارس زبان، در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار نمی گیرند. چون این اطمینانی می تواند در آینده ایران نقش به سزایی در پایان دادن به مجازات اعدام و هر نوع مجازات سالب زندگی انسانهایی ایفا نماید و آغازی باشد بر پایان دادن به مجازاتی که در سراسر دنیا مطرود شده است. نسرین ستوده، سید محمد سیف زاده. این در واقع، حالا من بخشی از این بیانیه رو خوندم، ولی مخصوصا این قسمت آخرش، پاراگراف آخرش، این در واقع یک پیشنهاد نسرین ستوده، شخصیت بارز حقوق بشر در ایران و با وکیل دادگستری که همیشه مدافع حقوق بشر بوده است و هزینه های زیادی هم داده که میدانیم، و آقای محمد سیف‌زاده که ایشون هم در اول انقلاب خودشون قاضی بودند و بعد آمدن وکیل حقوق بشر شدند و وکالت حقوق بشر رو به عهده گرفتند، وکالای زندانیان سیاسی. اینها اینو در واقع پیشنهاد کردن، میگن شما ماشین اعدامو نگه دارید. خلاصه اینو من تفسیر بنده است عرض میکنم خدمتتون، خب شما نامه رو شنیدین، میتونید تفسیر خودتون داشته باشین. میگن شما ماشین اعدامو نگه دارید تا فردا که اوضاع عوض شد بتونین درخواست اعدام نشدن خودتون رو بدین، بگین اعدام نداریم چون ما اعدام نکردیم. من به زبان خودم عرض کردم بگم، این در واقع هشداره که دیر نیست زمانی که ماشین اعدام شما راه بیفته، پس هر چه کمتر جنایت کنین به نفع امروز و فردای خودتونه. این مسیر انقلابی برگشت ناپذیره، چون با این نظام حکومتی نه نان به سفره ها خواهد آمد، نه آزادی به کوچه خیابون خواهد رسید، نه فساد از ادارات و ساختار سیاسی و اقتصادی کشور برچیده خواهد شد. بنابراین هم مردم هرچه بکارند فردا درو خواهند کرد و هم شما حکومتیان، حکومت جمهوری اسلامی، مسئولان حکومت از بالا تا پایین، هرچه امروز بکارید فردا درو خواهید کرد، هرچه امروز بکشید فردا کشته خواهید شد. بله، بریم پرده آخر. عمده این است که خدا و پیغمبر و آل بیت پیغمبر از ما چی میخوان؟ بله، ما بریم بیرون قصه قائله ختم نمیشه، بدتر میشه. یعنی الان این جمعیت هرچی شلوغتر بشه، یه عده این وسط اگه بنابود دو جا رو آتیش بزنن میشن بیشه 20 جا. اونا هم اگر 200 نفر میفرستدن 2000 نفر میفرستن. بیرون رفتن ما نه تنها کمکی به ختم قائله نمی کند، بلکه تشدید می کند. این وسط چرت و ناموس شیعه رو بزنن، چرت و زخمی بشن، چرت و کشته بشن. شب و روزگار خوش.